جهت قبولی دعوات و عبادات توسط در این شبهای آخر رمضان صلواتی جلی ختم فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، العبد المؤید و الرسول المسدد و المصطفی الامجد، ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم لقاء الدين. تقدیر و تشکر میکنم از بصیرت شما عزیزان که تشکر میکنید از عزیزانی که دیده نمیشن توی آشپزخونه هستن. این خودش یک بصیرتی میخواد که انسان ببیند کسانی رو که دیده نمیشن. موقع افطار هممون اونجا سر سفره نشستیم و بی صبرانه منتظریم که چرا دیر رسید، ولی عزیزانی هستن اونجا که من اطلاع دارم گاهی ازشون میپرسن که شما افطار کردی؟ ما که افطارمون تموم شده ها، میپرسن شما افطار کردی؟ میگن وقتی دارن سفره رو جمع میکنن بنده خدا هنوز شام نخورده. تشکر میکنم بار دیگر از خانم سخا، از ونوس خانم، خواهر عزیزمون هورا، بله سارا خانم، خانم دکتر طاووسی و همه عزیزانی که زحمت کشیدن در قسمت خواهران. آقا سید مردانم که دیگه تشکری نمیخواد، نه؟ آب از سرش گذشته. ماشاءالله خیلی زحمت کشیدن، خدای مهربان از همشون قبول بکنه و جهت سلامتیشون. حتی من یه چیزی بهتون بگم بگم. یه روزی آخر مجلس بود، سفره‌ها جمع شده بود، من رفتم توی آشپزخانه، دیدم یکی از این خواهرهایی که امشب براشون سرتیفیکیت دادن دم تو آشپزخونه کنار سینک دستشویی ظرفشویی اونجا جانماز پهن کردن دارن نماز میکنن. اینجا ملت مسجد پر بوده، شبای مهم بوده، خیلی تا دیر وقت اینا مشغول بودن، یعنی حتی نمازشون رو نتونستن سر وقت بخونن و مشغول این سرویسی بودن. کار آسونی نیست ها، مخصوصا شبهای شلوغ. حالا مثلا امشب براشون شب شادیشون هست که جمعیت کمه، ولی شبای ویکند، شبای لیلت القدر بنده خدا ساعتها هنر بودن دو کار کردن، اون هم مخصوصا اگر در آشی درست کردن آنها که بالاخره از اول صبح مشغول خرید و کارهای دیگه بودن. دیگه سبب اصلی رو که اینها گرفتن که دیده نمیشن، عمل خالص به این میگن دیگه، نه عملی که پنهان هست از خلق و خدای مهربان آگاه هست در اون. خدای مهربان به همه این عزیزان ثواب بده، حوائجشون رو برآورده به خیر بفرماید، دست رحمتش رو از سرشون، از سر فرزندانشون بر ندارن و خیر بچه هاشون رو ببینن به آبروی محمد و آل محمد و به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به یاری خدا انشاءالله فردا شب در باب احکام فطره کمی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و سوالاتتون رو آماده کنید انشاءالله برای فردا شب. Please bring your question regarding fitre انشاءالله tomorrow night. We will spend more time regarding fitre and its ritual. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم حضرت آدم and حضرت حوا said یا الله we made zulm on ourselves. We mentioned that night that we have three categories of zulm. The first category is zulm on Allah subhanahu wa ta'ala, which is shirk or kufr. This category of zulm cannot be forgiven. The other category of zulm is huquq an-nas, zulm cruelty on people. How? Like verbal zulm, غیبت، تهمت، رایت، با
or financial zulm, for example, right? And many other things. Zulm حقوق الناس. The second category of zulm cannot be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala, cannot be. Why? Because it is not something between you and Allah subhanahu wa ta'ala. It is between you and others. You need to start with them, right? And how we can start with them? Do you have any solution? You ask them for permission. Yeah, if they are alive, you are alive, they are alive, you have to make them satisfied, right? If it is financial, you have to refund them, you have to pay them until they become happy. If it is other right, like ghaibat, for example, then we have to say good words about them, right? اگر غیبتی کردیم برای اینکه جبران بشه باید حرفای خوب بزنیم به همون کسانی که خدای نکرده انسان غیبت کرده توی جلسه که نیستن که کسی اگر کسی غیبت مثلا آقای ای رو کرده خب بعد بره به همون کسانی که غیبتش رو کرده دو مرتبه بگه اونا رو راضی بکنه بگه که من اشتباه کردم یا آقا آدم خوبیه مثلا یا من نباید حرف رو میزدم من اطلاعاتم کامل نبوده به عنوان مثال پس بنابراین حقوق الناس رو انسان باید تو همین دنیا حلش بکنه این ظلمی که حضرت آدم و حضرت حوا میگویند که خدایا ربنا ظلمنا انفسنا ما به خودمون ظلم کردیم این ظلم بر خودشون هست ظلم شخصی هست ظلم شخصی چیه؟ ظلم به خود چیه؟ اینه که مثلا کسی روزه نگیرد به کی ظلم کرده؟ به خودش رو ظلم کرده خدایی نکرده کسی نماز نخواند به خودش ظلم کرده خدایی نکرده کسی زکاتی نداده به خودش ظلم کرده خمسی نداده به خودش ظلم کرده ربنا ظلمنا انفسنا خدایا ما از این میوه ممنوعی که شما گفتیم نخور از این شجره ممنوعه نباید میخوردیم اما خوردیم به کی ظلم کردیم؟ به خودمون ظلم کردیم و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین یا الله if you do not forgive us then we will be من الخاسرین Who is خاسرین? If you remember, we mentioned that خسران is صدا از کجا میاد؟ از بیرون میاد مسئله ما که نیستن لنکونن من الخاسرین خدایا اگر تو ما رو نبخشی جز به خسارت کنندگان خواهیم بود خسارت کننده یعنی کسی که نه تنها سودی نبرده منفعتی نبرده بلکه اصل مایه رو هم ضرر کرده لنکونن من الخاسرین حالا تفاوتی که هستریز دیفرنس بتوین حضرت آدم and ابلیس ابلیس made a mistake right But instead of asking for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, he is thinking about taking revenge of Hazrat Adam. He thought that Hazrat Adam is the prophet. And that's why in previous verses, he asked Allah subhanahu wa ta'ala, give me time, the opportunity, and I will misguide all human beings from the right way. Right? But here, look at your father, look at your mother, Hazrat Hawa and Hazrat Adam. They said, Ya Allah, taghfir lana. Ya Allah, forgive us. If you don't forgive us, then we will be min al-khasirin. We will regret it. This is the big difference. در توبه، باب توبه رو Hazrat Adam و Hawa باز کرده. این خیلی مهمه. عزیزان باید بر ما توبه کردن آسان باشه باید بر ما معذرت خواهی کردن آسان باشه این کاری بود که حضرت آدم کرده اینجا دو تا راه عوض میشه هر دو تا اشتباه کردن هم حضرت آدم هم ابلیس به فکر توبه و مغفرت نشد حضرت آدم به فکر توبه و مغفرت شد همیشه عزیزان یکی از ذکرهای بزرگواران معذرت خواهی کردن یادمون نره یکی از ذکرهای خوبی که یک انسان میتونه بگه نه در معذرت خواهی از خداوند بلکه معذرت خواهی از دیگران ما
کی میتونیم که حقوق دوستانمون رو ادا بکنیم؟ کی میتونیم واقعا حقوق خانواده اقواممون رو ادا بکنیم؟ نمیتونیم، انصافا نمیتونیم. بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. قال احبطوا بعضكم لبعض عدو. الله سبحانه و تعالی said, go away. If they do, please go down. چرا برید پایی؟ چون که شما لیاقت این مقام و منزلت رو نداشتید. ما همه چیز رو برای شما مهیا کردیم. فرشتگان رو گفتیم بر شما سجده بکنن، سجده کردن و الان شما کارتون به جایی رسید که از اون میوه ممنوعه 999 میوه گفتیم بخورید الا این یکی و شما نتونستید. الله اکبر، این چه رسی است؟ این چه تمعی هست؟ اهبتو. The word اهبتو is pronoun and pronoun is Arabic include 3% or more, not 2%. Then they are two, Adam and Hawa. Why Allah subhanahu wa ta'ala didn't say اهبطا to include only two? Allah subhanahu wa ta'ala said اهبطوا to include three or more. There are two opinions. The first one is that one of them, the third one, was Iblis. The other opinion is about the generation of Adam and Hawa. Adam, Hawa, and you, your generation. اهبطوا, all of you go down. اهبطوا, بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. And now خدا مهربان میفرماید که بعضی از شماها با بعضی دیگر دشمن خواهید شد. از این مقام و منزلت که خارج میشوید، از مقام عدل، از مقام بهشت که خارج میشوید، چه مشکلی میخورید؟ به مشکل ادامت میخورید. گفتیم در بهشت نه مکری بوده، نه حقی بوده، نه کذبی بوده، نه خوفی بوده، نه ترسی بوده. پس این مسئله دشمنی و ادامت اولین محصول تلخ وسوسه شیطان است که بین آدم ها ایجاد می شود. و از کی شروع شد عداوت و دشمنی؟ قابیل و از همون جا شروع شد، پدر و مادر هم یکی. ولکم فی الارض مستقر، اما ما شما رو تو این زمین مستقر میکنیم. مستقر کلمه خیلی مهمیه، یعنی شما رو آماده میکنید. این منبر مستقر شده، خدا خیلی بده کسانی که این رو درست کردن. همه اینها این رو حساب کردن، مو به مو رو سنجیدن که این همه چیزی مساوی و موزون باشه. به این میگن مستقر. صندلی شما اونجا مستقره، شما با خیال راحت تمام وزنتون رو روی صندلی گذاشتید. به این میگن این صندلی مستقر شده، شما خوفی ندارید. اما اگر یکی از پایه‌های اون شکسته باشه شما ناراحتید. خدای مهربان میفرماید فی الارض مستقر، ما شما رو روی این زمین مستقر کردیم. سرعت چرخش این زمین رو تنظیم کردیم، سرعت چرخش این زمین رو به دور مدار خورشید هم تنظیم کردیم، دمای این زمین رو هم تنظیم کردیم، اکسیژن این زمین هم با ششهای شما مچ میکنه، سازگاره، تنظیم کردیم. آب وجود داره، گوشت وجود داره، ماهی وجود داره، غذا وجود داره، آنچه که شما میخواهید برای شما آماده کردیم. هیچ نگران سرمایه‌گذاری نباشید. مستقر و متاع ما برای شما انتعه دادیم. پشم گوسفند رو استفاده کنید در زمستان، شیرش رو استفاده بکنید و متاع هر چی میخواهید با از چوب این درختان بگیرید، برای خودتون کشتی بسازید. و متاع الی حین، تا کی؟ تا او زمان موعود. این نیست که بی حساب و کتاب باشه. همه این برنامه‌های ما طبق پلن داره میره جلو. الی حین، قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. ده ده، این خانه شماست، این زمین خانه شماست. قدر این زمین رو بدانید. در این زمین است که زنده میمانید، زنده میشوید. در این زمین است که متولد میشوید. و فیها تموتون، در همین زمین است که میمیرید.
و منها تخرجون. از همین زمین است که بگی خارج میشوید. منها تخرجون یعنی چی؟ یعنی این که در هنگام محشر شما بنا نیست اینجا بمانید. امیر المؤمنین علیه السلام at the moment of his death he said منها نخرجكم مرتن اخرى. We live on this planet, we die on this planet, and then we will get out of this planet. ومنها نخرجكم تارتن اخرى. This verse means that at the time of birth, on the day of judgment, we will leave this planet. The resurrection is not going to happen here on this planet. According to some other verses, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ. We will change this planet into another planet. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ. So this planet does not have enough space for all human beings to be resurrected on this planet. Imagine, from the day first till the day end of the time, billions of billions, that it is countless for us. We don't know how many people. But according to Quran, resurrection is not only with soul, it is with soul and body, absolutely. With body, soul and body. If all human beings live at the same time, there is no enough space for them even to stand on this planet, right? So here, وَمِنْهَا تُخْرِجُونَ. On the day of judgment, you will be get out of this planet. از این زمین خارج میشویم. پس در قیامت خواهر و برادرها بنا نیست که محشرمون توی این زمین محدود اتفاق بیفته. در یک عالم بزرگتری اتفاق میفته، هم با روح هم با جسم. پس اگر از شما سوال کردن معان جسمانیه یا روحانی، میخواد ساینس پروفش بکنه یا نکنه، طبق نص آیات قرآن چه اینجا چه در سوره مبارکه قیامت، معاد جسمانی خداوند شما رو با همین جسمتون محشور میکنه. و منها مخرجکم تارتن اخرى. در سوره مبارکه قیامت خدای مهربان میفرماند بلا قادرین علی ان نسبی بنانه. On the day of judgment we are able to rebuild your fingerprints. ما حتی میتونیم اثر انگشتان شما رو درست بکنیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای بنی آدم، ما برای شما لباس نازل کردیم. یواری سوآتکم، تا زشتی های شما رو بپوشند. اگر یادتون باشه زمانی که در آیات قبلی، زمانی که وسوسه کرد ابلیس آدم و حوا رو تا از اون میوه ممنوعه بخوره، هدف ابلیس چی بود؟ هدف ابلیس این بود که همین نکته که این زشتی های حضرت آدم و حوا رو برملا بکنه. یادتون هست ما گفتیم دو مدل زشتی ممکنه وجود داشته باشه. یک مدل زشتی بالاخره شرمگاه هست برای انسان، و دیگر عیوب باطنی انسان هست. خود حرص یک زشتی است. حضرت آدم، تو بزرگواری که 999 میوه بهشتی در خدمت تو هست، چرا طمع بکنی؟ چرا طمع بکنی به این که از این میوه ممنوعی خدا به تو گفت نخور میکنی؟ چرا گلیم پای خودت رو از گلیم دراز کردی؟ نه، این خودش یک زشتی هست یا نیست؟ بگی این یک زشتی باطنی هست، ولی ایشون کرد این کار رو. خب طبق اون آیه شریفه هر دو اتفاق افتاد. هر دو زشتی حضرت آدم و حوا هویدا شد. اگه یادتون باشه آیات رو تفسیر کردیم، هم حرص ایشون دیده شد، زشتی باطنی، هم لباسشون از بین رفت که طبق آیه قرآن من ورقت الجنه، با برگ های اون باغ بهشت زشتی خودشون رو، شرمگاه خودشون رو پوشاندن. اینجا خدای مهربان می‌فرماید ما شما رو روی این زمین مستقر کردیم و
برای شما لباس فرستادیم، انزلنا، لباس براتون فرستادیم که عیوب خودتون رو بپوشانید. این لباس چیه که عیوب خودمون رو بپوشانیم؟ طبعا خب یکی همین امتعی که خدا در این دنیا فراهم کرده که انسان ها از همون ابتدا از همین خلقت میتونستن برای خودشون لباس بپوشن، درسته؟ لباس هایی از برگه های بزرگ استفاده میکردن. و دیگر این که خدای مهربان عیوب باطنی و اخلاقی انسان ها رو بر یکدیگر پوشان. این خیلی نقطه بزرگی هست. پیغمبر مکرم اسلام محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به مردم نگاه نمی کردن، به صورت مردم، به چشم مردم خیره نمی شدن. چرا؟ جهل کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطن بین شوی. بزرگوار باطن بین بودن، نمی خواستن زشتی های باطنی کسی رو ببینن. سبحان الله. پس قانون این طبیعت ما این هست، خدای مهربان در ما منت گذاشت و زشتی ظاهری و باطنی انسانها رو از اونها پوشانی. این کلمه وریشن یعنی اون پروبالی که یک مرغ داره. تصور کنید اگر مرغی بدون پروبال باشه چه نقصش داره. اما زمانی که این مرغ، حالا مثلا یک بلبلی رو در نظر بگیرید، یک طاووسی رو در نظر بگیرید، یک طوطی رو در نظر بگیرید، شما اگه اون رو میخرید به خاطر این لباسش میخرید، به خاطر اون مثلا پرهای رنگارنگ قشنگی که دارند بر ظاهر خودش، اون رو میخرید. این کلمه ریش رو خدا استفاده میکنه، یعنی اینکه این لباس است که شماها رو زیبا میکنه. انشاءالله این آیه شریفه و این عبارت زیبای لباس یک توضیح نقض دیگری هم دارد که میگذاریم برای فردا شب انشاءالله. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم إلهنا بحق قرآنك المستحكم ونبيك المكرم استجب دعاءنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم. خدا به احترام قرآنت قلم مهربان عفوت رو بر گناهانمون بکشان، فرج امام زمانمون معجل بفرمان، خدا حوائجمون برآورده بخیر بفرمان، مریضانمون مریضان مربوطه به این جمعیت حاج آقا سید نور شفای عاجل مرحمت بفرما، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. از این محافل قرآن هدیه ای به روح مادر پدر اموات اساتید و حقدارانمون نائل بفرما. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد و آل محمد. الحمد لله.